خدا، من محدثه وفایی هستم. مریم زاره هستم، دانشجوی سال چهارم رشته عمران در مقطع دکتری از دانشگاه شریف. در دوره دکترا در دانشگاه صنعتی شریف در رشته نانوتکنولوژی هستم. سال 94 کنکور دکتری رتبه 1 رو کسب کردم و الان سال سوم دکتری شیمیالی دانشگاه تربیت مدرس هست. دانشجو از اسمش اونطوری که مشخص هستش باید دنبال دانش باشه، در کارهای علمی بتونه بیشترین تلاش خودش رو انجام بده، به نظرم بخش مهمی از وظیفش هستش. رکن اساسی دانشگاه دانش، یعنی چه؟ یعنی در دانشگاه باید هم عالم تولید بشه، هم علم تولید بشه، هم عالم و علم جهت درست پیدا کنه. برخلاف جوی که تو کشور وجود داره که همه بچه‌ها فقط دنبال تحصیل هستن که حالا از همون اول کنکور چه رتبه بگیرن چه دانشگاه قبول بشن، اول باید به این فکر کنن که حالا دارن بر اساس چه جهان بینی زندگی میکنن که کل زندگیشون تحت تاثیر اون جهان بینی قرار میگیره. بچه‌ها یه دغدغه‌ای دارن در رابطه با اینکه حالا بعد از اینکه تحصیل تموم بشه قرار هست که حالا کارهای علمی یا فعالیت های به عنوان کار که دارند در کجا انجام بدن، در واقع یه دغدغه در رابطه با آیندهشون وجود داره. دولت باید کمک کنه، شکی نیست، اما اینجور نباشه که حالا هر کس میاد بیرون حتما باید بره مثلا فرض کنید که در یک سمت دولتی پایین یا بالا قرار بگیره، اما بالاخره رؤسای جمهور آینده، وزرای آینده، نمایندگان مجلس آینده، مسئولین گوناگون آینده از میان همین شماهان دیگه، دانشجویان امروز هم دیگه. نگاهی بکنید که شامل اون روز بشه. راستش با توجه به شرایط خاص من که حالا شرایط مادری هست و نقش مادری من هستش که در اولویت کارم هستش، تمایل دارم و دوست دارم که بتونم در کنار این نقش مادری بحث علمی و کار دانشگاه هم رو هم به نحو حالا احسن پیش ببرم و خب این قضیه یک کمک همگانی و یک شرایط مطلوب تر به صرف دانشگاه که حالا اساتید راهنما و دانشگاه همکاری کنن برای انجام مطلوب تر پروژه ها و کارهای علمی مون. یکی از مسائل اصلی مسئله خانه و خانواده است، امنیت زن در محیط خانواده، فرصت زن در محیط خانواده و خانه‌داری برای بروز استعدادها، مانع درس خوندن او، مانع مطالعه کردن او، مانع فهمیدن او، مانع نوشتن او نشه. کسی که اهل این چیزاست میدان برای این کارها فراهم باشه. به عنوان دانشجو واقعا الان تنها خواستم این هستش که بتونم خیلی خوب و حالا در حد خودم ایدئال قدم بردارم و ادامه بدم مسیر دانشگاه رو. مراسم اهدای مدال دفعه اولی بود که من رهبری رو ملاقات کردم، یعنی حالا هیچ دیدار جمعی و اینا هم نرفته بودم. به عنوان نماینده ای از بچهای نخبه کشور نشون بدیم که ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند. همین که حالا رفتیم توی بیت، اون اولش که برمون چای آوردن، نظرم خیلی حالت صمیمانه و خوبی داشت.